Empire? They're everywhere. وقتی صحبت از دنیای جنگ ستارگان یا همون ستار وارز میشه، ذهن ما ناخودآگاه به سمت جدای ها و شمشیرهای لایت سیبرشون میره. شمشیرهایی که حس در دست گرفتن اونها در یک بازی ویدیویی حقیقتا غیر قابل توصیفه. تا قبل از تجربه بازی ستار وارز اوتلاز واقعا فکرشو نمی کردم که حتی بدون وجود این شمشیرها هم میشه اثری از ستار وارز ساخت که بتونه در عین سرگرم کننده بودن تجربه‌ای رو به شما ارائه بده که یاد بازی‌های بزرگ چند سال اخیر دنیای ویدیو گیم بیفتید. با بررسی بازی سنتر از عنوان ستار وارز اوتلاز همراه بشید تا ببینیم که آیا این بار یوبیسافت تونسته از پس ساخت چنین پروژه بزرگی بر بیاد یا نه. اگر خاطرتون باشه سالها پیش و زمانی که از بازی ستار وارز 1313 رونمایی شد، بسیاری از گیمرها بی‌صبرانه منتظر بودند تا این بازی متفاوت از جهان جنگ ستارگان رو تجربه کنن. اما از بعد روزگار و سیاست‌های عجیب لوکاس آرتس این بازی هیچ وقت کامل نشد و طرفداران از تجربه این بازی بی‌بهره موندن. حالا اما ستار وارز اوتلاز شاید بیشترین شباهت ممکن رو به این بازی داشته باشه. بازی که سعی کرده با فاصله گرفتن از آثاری مثل جدای فالن اوردر و جدای سروایور به سمت محیط‌های کمتر دیده شده از ستار وارز بره و نشون بده که در دل کوچه پس کوچه‌های سیاره‌های مختلف این دنیا چه می‌گذره. داستان بازی در دورانی روایت میشه که امپراتوری بر کل کهکشان حکومت میکنه و حضور پررنگ استورم تروپرها در جای جای بازی حاکی از این موضوعه که هر حرکت کوچکی که برخلاف قوانین امپراتوری باشه میتونه برای شما گرون تموم بشه. در این دنیای پر هرج و مرج شما کنترل شخصیتی به نام کیوس رو بر عهده میگیرید که یک دزد بلفطر است و سعی داره تا با جمع کردن پول کافی از زندگی فعلی خودش فرار کنه و خودش رو به سیارات اوتورد برسونه. اما در این راه اون تنها نیست و نیکس که یک حیوان بامزه کوچیکه در تمامی مسیر اون رو همراهی میکنه. استفاده از نیکس در طی مراحل مختلف بازی کمک زیادی به گیمر میکنه و اگر از معادله خارجش کنید قطعاً با مشکلات زیادی روبرو میشید. برای مثال نیکس میتونه با باز کردن راه‌های فرعی کاری کنه تا شما مجبور نباشید وارد مبارزه بشید، یا حتی میتونه با پرت کردن حواس دشمنان و حمله به اونها به کمک شما بیاد. بازی از سیاره معروف کنتونیکا شروع میشه و کی یک مأموریت عجیب و غریب مجبور میشه تا سفینه یکی از کله گنده ترین و مخوف ترین خلافکاران شهر یعنی زرک بش رو بدزده و از سیاره ای که تمام عمرش در اونجا بوده فرار کنه. شخصیت زرک بش به عنوان آنتاگونیست اصلی بازی شاید در ابتدا خیلی ترسناک نباشه، اما به مرور زمان با پیشروی داستان کم کم با چهره واقعی اون آشنا میشه. کی با سفینه جدید خودش تریل بلیزر به سیاره توشارا میره و تازه از اینجا ماجراهای اصلی بازی شروع میشه. نحوه شروع بازی‌های ژانر اکشن ماجراجویی تأثیر زیادی روی ادامه روند بازی از طرف مخاطب داره. در اینجا هم انتظار داریم تا این عنوان حداقل مثل جدای فالن اوردر که شروع فوق‌العاده‌ای داشت با هیجان بالایی کار رو آغاز کنه. ولی به احتمال فراوون در این زمینه ستار وارز اوتلاز کمی شما رو ناامید می‌کنه. اعتبار و شهرت در بازی ستار وارز اوتلاز یکی از مهمترین ارکان بازی به شمار میره و شما باید به وسیله ارتباط گرفتن با گروه‌های خلافکار متفاوتی مثل هات‌ها یا پایک‌ها اعتمادشون رو به سمت خودتون جلب کنید. دو عنصر خیانت و وفاداری در این بازی باعث میشن تا تصمیمات شما تأثیر زیادی روی روند بازی داشته باشه. در واقع اگر شما با هر یک از این گروه‌ها ارتباط بهتری داشته باشید، میتونید از مزایایی که اونها برای شما فراهم میکنن استفاده کنید. طی تجربه‌ای که داشتیم، بهترین راه اینه که هر سه گروه اصلی خلافکار رو تا یک میزان مشخصی راضی نگه دارید تا برای خودتون دردسر درست نکنید. در بخش گیم پلی و بحث فنی، ستار وارز اوتلاز نسبت به دیگر آثار یوبیسافت و استودیوی مسیو کاملا متفاوته و شاید اصلا احساس نکنید که این بازی رو کمپانی فرانسوی منتشر کرده. اشتباه نکنید، باگ‌های ریز و درشت همچنان در این بازی وجود دارد، اما تعداد اونها نسبت به آثار اخیر این استودیو کاهش چشمگیری داشته و خوشبختانه تأثیر زیادی روی گیم پلی بازی نمیگذارن. مراحل ستار وارز اوتلاز به شکلی طراحی شدن که شما میتونید اونها رو به صورت مخفی کاری جلو ببرید یا بدون توجه به شرایط مستقیم به دل دشمنان بزنید.
این حق انتخاب تا اواسط بازی میتونه جذاب باشه، اما بعد از مدتی انیمیشن های نچندان خوب در بخش مخفی کاری به قدر تکراری میشن که بعضا تحمل اونها بیش از اندازه سخت میشه. اما در بخش مبارزه با سلاح گرم که با اسم بلاستر شناخته میشه وضعیت کاملا متفاوته. سلاح اصلی شما شامل چند حالت مختلف میشه که هر کدوم از اونها در شرایط خاصی به کمک شما میان. به طور مثال در حالت دوم که آی او ان نام داره، شما میتونید دشمنان رو بدون سر و صدا و با الکتریسیته از پا در بیارید. در طول بازی همچنین میتونید با پیدا کردن تجهیزات مورد نیاز و یا خریدن اونها از فروشگاه ها قطعات لازم برای آپگرید کردن و یا شخصی سازی سلاح ها، سفینه و سپیدر که وسیله نقلیه اصلی بازی هست رو به دست بیارید و بر اساس سلیقه خودتون حتی ظاهر کی رو تغییر بدید. آیا استار وارز بدون جنگ‌های فضایی معنی داره؟ قطعاً خیر. خوشبختانه یوبیسافت برای راضی نگه داشتن طرفداران دنیای جنگ ستارگان سعی کرده تا با جای دادن نبردهای فضایی در این بازی که البته تعدادشون زیاد نیست همه رو راضی نگه داره. این نبردها با اینکه معمولاً خیلی سخت و نفسگیر نیستند، اما تجربه جذاب و سرگرم کننده رو برای گیمرها رقم میزنن، به طوری که با انجام دادن این مراحل واقعا حس میکنید که در دنیای استار وارزید و حس یک تبهکار واقعی به بهترین شکل ممکن به شما القا میشه. سازندگان بازی قبل از عرضه این عنوان بارها اشاره کرده بودند که یکی از اهداف اصلی اونها اینه که گیمرها بتونن زندگی یک خلافکار در این کهکشان خیلی خیلی دور رو به بهترین شکل ممکن لمس کنن. با در نظر گرفتن تمامی بخش ها میتونیم بگیم که در این زمینه عملکرد اونها کاملا قابل قبوله. در آخرین گیم پلی طولانی که قبل از عرضه رسمی منتشر شده بود، گرافیک فنی و بصری نچندان خوب اون کاملا توجهات رو به خودش جلب میکرد. با در نظر گرفتن اون ویدیو توقع چندانی از گرافیک بازی نداشتیم، اما جلوه های بصری این بازی اونقدر جذاب و با کیفیت بودند که خیلی راحت غافلگیرمون کردن و تا مدت ها غرق در زیبایی سیارهای مختلف اون بودیم. شهرهای شلوغ و جهان پویای بازی شما رو تا حدی یاد بازی‌های بزرگی همچون Red Dead Redemption 2 میندازه. برای نمونه همین که در نقشه بازی در حال گشت و گذار هستید، ممکنه با مأموریت یا فعالیت خاصی روبرو بشید که این مورد دقیقاً از شاهکار راکستار گیمز وام گرفته شده. از اونجایی که بیشتر تبهکارها و جایزه بگیرها در کلاب‌های مختلف دور هم جمع میشن، شما میتونید با گوش دادن به مکالمات اونها اطلاعات مهم و به درد بخوری رو به دست بیارید که هر کدوم از اونها میتونه شروع کننده یک مأموریت فرعی باشه. اکثر این مأموریت‌ها به خوبی طراحی شده و جوایز خاص و ارزشمندی هم برای شما به همراه دارن. البته نباید ناگفته بمونه که تمامی این مأموریت‌ها همیشه جذاب نیستن و برخی از اونها صرفاً برای پر کردن بازی طراحی شدن. در ابتدای بازی کی بارها از این صحبت میکنه که هیچ علاقی به داشتن یک گروه یا همون کرو نداره و خودش و نیکس برای انجام دادن کارهای مختلف کافیه. با این حال در طول بازی با شخصیت‌های جذاب مختلفی آشنا میشیم که هر کدوم از اونها ویژگی‌های خاص خودشون رو دارند و به نوعی با قهرمان داستان همراه میشن و به اون کمک میکنن. به طور مثال شخصیت واکا وظیفه تعمیر و نگهداری از سفینه شما رو بر عهده داره و از طرفی اندی 5 رو داریم که عملاً خودش یکی از شخصیت‌های اصلی بازی. صداپیچگی عالی این شخصیت‌ها و البته قوس شخصیتی اونها باعث میشه تا هر کدومشون به افرادی کاریزماتیک و فراموش نشدنی تبدیل بشن و احتمالاً با اونها ارتباط برقرار میکنن. در کنار صدا پیشگی و صداگذاری عالی بازی، بد نیست به موسیقی این عنوان هم اشاره کنیم. موسیقی حماسی دنیای استار وارز همیشه یکی از بهترین ها بوده و شما میتونید حس و حال موسیقی فیلم های این مجموعه و شاهکارهای جان ویلیامز رو در این بازی هم حس کنید. کاملا مشخصه که سازنده موسیقی آوتلاز تلاش بسیاری کرده تا از موسیقی فیلم ها الهام بگیره. با این حال موسیقی های بازی در کنار پایبند بودن به آثار قدیمی سعی کردند تا ریشه های الکترونیک ظریفی رو در خودشون جای بدن، مسئله ای که باعث شده تا ساخته یوبیسافت مسیو از این نظر خودش رو نسبت به دیگر آثار استار وارز در دنیای بازی های ویدیویی یک سر و گردن بالاتر قرار بده. تجربه بازی استار وارز آوتلاز برای کسانی که عاشق دنیای جنگ ستارگان هستند یک باید بیچونه چراست که اصلا نباید از اون غافل شد. کمپانی یوبیسافت و استودیو مسیو به خوبی موفق شدند تا جنبه جدیدی از این دنیای جذاب رو برای گیمرها به نمایش بگذارند.
هرچند که ممکنه در بخش‌هایی از بازی تجربه شما کمی تکراری بشه، اما با این وجود Star Wars Outlaws موفق شده تا بدون استفاده از المان‌های محبوب بازی‌های سری جدای و با ارائه یک اثر وابسته به المان‌های بازی‌های جهان باز نشون بده که دنیای Star Wars هنوز هم پتانسیل بالایی در بازی‌های ویدیویی داره و البته ثابت کنه که یوبیسافت هنوز هم میتونه بازی خوب بسازه. نظر شما در رابطه با این ساخته جدید یوبیسافت چیه؟ نظرات خودتون رو در قسمت کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید و فراموش نکنید. برای اطلاع از ویدیوها در حوزه بازی، کانال یوتیوب بازی سنتر رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید.